عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از ماندهی درمون کنی. در میان این همه قوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. با کمال تأسف و تأثر، یک عشق پاک، یک مهربانوی فداکار رو در جامعه ایرانی مقیم تورنتو از دست دادیم. مهربانوی عزیز ما خانم پری جواهری دیگه در میان ما نیستن. جاشون بسیار خالی خواهد بود، یادشون همیشه گرامی خواهد بود. چرا؟ چرا؟ چون ایشون از بنیانگذاران خیریه پردیس بودن. گروه خیریه پردیس چند بانوی نیکوکار که دست در دست هم این خیریه رو بنیاد کردن و بسیار هم خوب در طول این سال‌ها نگهداریش کردن. خانم پری جواهری نازنین ما هم از فداکاران و کسانی بود که در این خیریه بسیار نقش موثری داشت و خیلی فعال بود و فکر کنم هیچ جوره نمیتونم بگم که از پیش ما رفتن، جسمشون از پیش ما رفته، ولی اثر کارهاشون و اون تأثیری که گذاشتن، درخواستی که داشتن، هر کس بالاخره در زندگی شیک درخواستی داره، یک گلی داره، یک آرزویی داره، فکر کنم به اون رسیدن و رفتن و با این دنیای فانی بر حال وداع کردن. این دنیایی که موقتی است، در اختیار ماست و فقط ما داریم امتحان پس میدیم. حالا این امتحان بعضی ها نمرمون خوب میشه، بعضی ها نمره نمیاریم، تجدیدی میاریم، بالاخره باهاش کلنجار میریم. هر جور شده سعی میکنیم که تابستون جبران کنیم، زمستون جبران کنیم. ولی مهربانوی نازنین ما خانم پری جواهری خیلی دیگه نیاز به جبران نداشتن، چون تمام زندگی و زمانشون رو وقف این کودکان کردن، وقف این خانواده هایی که نیاز به کمک داشتن، بچه هایی رو که به سرپرستی قبول میکردن و تلاش شبانه روزی میکردن تا همه رو تشویق کنن که این بچه ها رو کمک کنن. خیلی کار واقعی، خیلی گروه در واقع شکیل و خوبی رو ایجاد کردن که الان من مطمئنم عزیزانی که دنبال روی راهشون هستن، خیلی راه براشون آسون تر باز شده و خواهن رفت. کار همیشه ابتداش و استخون بندی سخته که ایشون و دوستان عزیز دیگه که من همیشه افتخار همکاری باهاشون رو داشتم، خانم افشاریان عزیز، خانم سیمین، همه با هم این کار رو انجام می دادن و تعداد بسیار زیادی داوطلبینی که با جان و دل صاحبان بیزینس دیده می شدن در جاهای مختلفی که کنار این عزیزان بودن و کمک می کردن. کار ریشه‌دار و صادقانه بود و مطمئنن الان دوستانی که اسم بردم طبیعتاً چون از نزدیک با خانم پری جواهری کار می کردن حس و حال عجیب و غریبی دارن و جاشون رو خالی می بینن مسلماً. چند ماه پیش در همین دورانی که در کووید به سر می بریم، یک کمی فکر کنم برمی گرده به 6-7 ماه پیش، کمی آرام شده بود قبل از اینکه این موج بعدی شروع بشه. خانم جواهری به یک دعوتی فرستادن و خواستن که 10 نفر 20 نفر بیشتر امکان این نبود که دور هم جمع بشن و با رعایت فاصله و اینها در هتل شایتون همین نزدیکی ما در منطقه ریچمون هیل یک سالونی رو گرفتن و که سعی کنن پیامشون رو از طریق مدیا برسونن به مردم و به هر حال اون اتفاقایی که در این چند ماه افتاده، گرچه همیشه گرد همایی داشتن، خب مردم مطلع می شدن از اینکه چه داره میشه، بچه ها در چه شرایطی هستن. خیلی ها بچه هاشون رو در ایران می رفتن ویزیت می کردن، می دیدن و بالاخره من شانس این رو داشتم که باشم و تعدادی از اعضا در اونجا به من گفتن که یک عکس یادگاری بگیریم.
خب کووید هم بود و همه با ماسک بودن و نزدیک هم نمیتونستن بشن، با هزار و برحال شکل و شمایلی که رعایت هم حال همه بشه، مخصوصا خودشون که بیمار بودن حال زیاد خوبی نداشتن و رعایت ایشون رو ما خیلی میکردیم، ولی کماکان دوست داشتن که در بهترین شکل این پیام عشق برسه به مردم و اطلاعاتی که مردم نیاز دارن، گزارش سالانه‌ای که نیاز دارن. خیلی درست این گروه کار خودشون رو انجام دادن و دارن میدن. در واقع هر یه عضوی که کم میشه، هر یه پایه‌ای که از فداکارانش کم میشه، بقیه تلاش میکنن که جاشو به هر حال پر کنن، یه جوری نذارن این نبودن ایشون به بچه ها صدمه برسه. برای همین اونجا حرفشون این بود که جوانها بیشتر به پیوندن به گروه، جوانها زمان بیشتر و انرژی بیشتری دارن که حفاظت کنن این پایه‌گذاری که شده، و واقعا هم بودن جوانهایی که با جان و دل پیامشون رو پذیرفته بودن، آمده بودن که کمک کنن، و طبعا هنوز هم من فکر میکنم بسیار نیاز به حمایت دارن که همین الانش درخواست خودشون بوده و گروه خیریه پردیس که گل برایشون نفرستین و به جاش هر چقدری که دلتون میخواد و توانتون اجازه میده بفرستین که برای بچه ها صرف بشه، و حتی گل نخواستن برای خودش که او گل بود. و گل هم عمرش دائمی نیست، یکی از گلهایی بود که پرپر شد و رفت، در میان ما نیست، اما با خدماتش همیشه یاد او زنده خواهد بود. اینه که انسان شاید جسمش بره و چگونه زندگی کردنش ماندگاره، و ایشون واقعا آنگونه زندگی کرد که به گونه درستی زندگی کرد و از دنیا رفت. جاشون بسیار خالی خواهد بود. به همه دوستان عزیز که در خیریه پردیس سالها افتخار همکاریشون رو داشتم و کماکان اگر کاری از دست ما بر بیاد در جهت درستی که دارن قدم بر می دارن کنارشون خواهیم بود، و یاد مهربانو پری جواهری عزیز رو هم گرامی خواهیم داشت، و امیدوارم که خداوند صبرشون بده، چون میگم انسانهای خوب گرچه هیچ وقت از یاد نمیرن، ولی نبودشون هم آسان نیست که آدم فکر کنه خب حالا یه انسان رفته. یک انسان خوب همیشه دردناک خواهد بود که حضورش نباشه، ولی میگم کلی از خودش اثرات خوب گذاشته. خوش به حالش که درست زندگی کرد، راه درست رو انتخاب کرد و ودایی که کرد به حال از خودش اثرات خوب گذاشته. با همه شما عزیزان خوبمون همدردی میکنیم و ما را در غم خودتون شریک بدونید. روح شاد، یادش گرامی. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود،
شب شرابی دیگرم ده، زمین های حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. زمین های حقیقت ساغرم.